آقا امنیت جاده ها رو خیلی از من پرسیدین که اونجا دزدی میشه، جون راننده چقدر در خطره، و این دو سه تا ویدیو هم که از داخل کابین شیر کردم یا اصلا از ویدیوهایی که دارم رفتم شوتینگ، اسلحه خریدم واسه به مناسبت تولد خودم یا همینجوری دوست داشتم خریدم، بعضی برگشتین گفتیم مگه امنیت جاده در اون حد هستش که نیاز داری به اسلحه و اینجور چیزا، که اون یه بحث دیگه هستش واسه یه تایم دیگه، ولی کلا میخوام بهتون توی این ویدیو توضیح بدم که جون راننده چقدر در امان هستش، وسایلتون چقدر در امان هستش و یا نیستش. با هم باشین. اول از همه من دوست دارم راجع به همین اسلحه حرف بزنم که گفتم حالا کلی واسش یه ویدیو دیگه میسازم، ولی میخواستم اینو بهتون بگم که داشتن اسلحه توی کابین با من یا توی خونم یا اصلا با خودم حمل کردنی ربطی به امنیت جاده نداره. اجازه ندین اونایی که دوست دارم مثلا اینجا رو بهتون بد جلوه بدن توی تصمیم مهاجرت شما توی خیلی چیزای دیگه تأثیر بدی داشته باشن، که واقعیتش این نیستش. اینا رو گوش ندین، این ربطی به اون نداره. این جزوی از قانون اساسی هستش که جزوی از آزادی شهروندان آمریکایی هستش که آقا دوست داری اسلحه کن، دوست نداری نکن، ربطی به اینا نداره که میان چرت و پرت میگن حالا اینا بماند. ببینین من الان دو سال و نیمه دارم میرونم توی این جاده آمریکا 18 چرخ. از اولم سعی کردم ویدیوام بگیرم بهتون نشون بدم جاده رو، حرف بزنم. تو این مدت فعلا بزنم به تخته هیچ اتفاقی راجع به دزدی و اینا نیفتاده، بعد این ولی قرار نیستش که من میگم این اتفاق نیافتاده، نخواهد افتاد. چرا؟ ببینید دزدی میشه، بهتونم اتفاقا یه موردم اتفاق افتاده بود توی همین شرکت ما که راجبش حرف میزنم، و جون راننده در خطر تا اونجایی که من خوندم پرسیدم نیافتاده، ولی باز راجبش حرف میزنیم و راه‌هایی که رانندگان میتونن چیز کنن، امنیت بارشون رو تامین میکنن، جون خودشون رو، اینا هم خودش بازم حرف میزنم راجبشون، که اگه از اول شروع بکنم راجب همین بارای ما امن هستش اینجا. مثلا خیلیا ببینیم، من تو ایران نه بابام راننده کامیون بوده، تریلی بوده، نه مامانم، نه عموم، نه جدابادم، نه خودم. من اولین نفر هستم که توی جدابادمون اومدم تو این کار. من اینو واسه این گفتن که من نمیدونم وضعیت امنیت بارا چی هستش، و شما خودتون توی کامنت ها نوشتین و توی لایو ها که مثلا قبلا می آوردن بالا با من لایو حرف میزدین، اونجا خودتون میگفتین که آره امنیت اینجا نیستش، بار تو رو هوا میزنن، نصف شبی نمیتونی فلان جا پارک بکنی، میان خالی میکنن، فلان و بهمانه. من طبقون دارم میگم، ولی آمریکا اینجوری نیستش، واسه من پیش نیمده، جلو چشمم پیش نیمده، مگر اینکه جاهای مزخرف بریم. مثلا بوردر همین ایلینوی و میزوری سن لوئیس، اونجا بعضی جاهاش هستش که واقعا امن نیستش، ولی قشنگ بری اونجا برگرد احتمال داره که تریلیت مثلا بری دوش بگیری بیای، احتمالش هستش که ببینی تریلیتو خالی کردن. و چرا رسیدگی نمی کنن؟ خب می کنن، به خیالش نیستش اونجایی که پمپ بنزین مال اونه، بعد میگه که بیام خرج بکنم که چیشه، بعد میگه به من چه، بار من نیستش، من اینجا زدم گازوئیلمو دارم میفروشم و اینجور چیزا. یا خارج از اون شهرهای مثلا مرزی، توی میامی این اتفاق هم احتمال خیلی زیاد داره که بیفته که دزدی بشه از شما، و همونجوری که گفتم جای مرزی، ایالت‌های مرزی، شهرهای مرزی احتمال خیلی زیاد داره این اتفاق میفته. قبلا من همین شرکت که کار میکردم، دقیقاً یک سال پیش که من شروع کرده بودم با این جا کار بکنم با این شرکته، با اون زمان با بیسیمچی من که داشتم حرف می‌زدم دنبال بار بودم، برگشت گفت که چیز ترو یه لحظه صبر کن، there is a situation going on in the company، یه چیزی توی کمپانی اتفاق افتاده که میخوام اونو تیکر بکنم. که منم گفتم خب چی شده؟ برگشت گفت که آره یکی از راننده‌های ما توی پمپ بنزین پارک کرده، همون تراک استاپ منظورم از پمپ بنزین پارک کرده بود، بعد میبینه که تراک هی داره یواشاش تکون میخوره همین اوایل صبح، بعد از آینه چک میکنه میبینه که چیز دارن تریلی رو خالی میکنن. از اونجایی که راننده میترسه، کجای بوده راننده نمیدونم، اگه بهم گفته بود یادم نیستش انصافا،
میبینه دارن خالی میکنن تریلیو و بارش چی بوده؟ بارش محصولات این چیزای کنون بوده، دوربین که میزنه کنون، مال اونا بوده که هر پلتی 50,000 دلار پولش بوده. چی بوده؟ تکنولوژی چی بوده؟ اونم یادم نیستش، اگه بهم گفته بود ولی کنونش یادمه. یعنی میبینه خالی میکنه، هی بیسیمچی هم بهش میگه خب برو درو ببن، اصلا را بیفت برو. ولی خب ترسیده بود، دست و پاش شل کرده بود و اینا هی داشتن خالی میکردن. حالا چرا شانس زدن؟ خدا میدونه، شاید دنبالش کردن از جایی که بارو زدن، بعد دیدن که اینجا وایستاده و اومدن چه سراغش، چون از کجا میدونستن که این تریلی توش این چیزای گرون هستش. بعد از اونجایی هم که اونی که بار زده بود بیمه اضافه نگرفته بود واسه این کار، طرف بدبخت شد. اصولا ما که بار میزنیم، ما که تریلی داره، مثلا شرکت ما که داره، اونا خودشون بیمه دارن، ولی اینجور بارای خاصی بیمه های گرونی هم میخواد. بعد واسه همین که بعد اونم اومده مثلا پول سیو بکنه که این کارو نکنه، بابا چه اتفاق میخواد بیفته دیگه؟ به قول معروف زارت، یا میگن آناناس، بیا. این اتفاق واسه شون افتاد و اینا از جیب خودشون رفت. حالا من بودم، اسلحه داشتم، میتونستم برم. البته اینم بهتون بگم، وظیفه من نیستش که بار اینجوری شده. حالا میگن راننده باید چیز بکنه، سیفتی بارو مراقب باشه به امنیت بار، ولی خب وقتی بار مال من نیستش، من قرار نیستش که جون خودم رو به خطر بندازم واسه بار یه نفر دیگه. دارم میدوزم به جهنم. بیمه که هستش بیمه واسه اینه دیگه. میگه چیکار کنم؟ یارو اسلحه به من کشید، حالا منم اسلحه دارم؟ نمیشه که واسه یه بار یه نفر برم خودم بکشم. به جهنم، خالی شده که خالی شده. فوقش من راه میافتم، بعد اون یارو میمونه تو، یارو میخواد از پشت تریل بپره یا چی، بازم من ربطی نداره. این وظیفه شرکت هستش که بیمه شو تعمیر کنم. بارای خاصی، حالا هر چی باشه، نظام باشه، غیر نظام باشه، اگه گرون باشه، اینا اصولا روشون جی پی اس هم میذارن، با ماهواره کنترل میکنن، مخصوصا بارای نظامی. بعد که اکثر مثلا موشک و اینجور چیزا رو توی تریلیا ما میتونن جا بدن، چیز نرمالی هستش. ولی خب مثلا الان من این موشک رو ببرم، شما نمیتونین ببینین که من توی این موشک دارم، ولی خب اون جای نظامی که باشه، اگه قرارداد داشته باشم، اونا توش جی پی اس دارن، ردیاب دارن، این بار رو دارن کلا کنترل میکنن و اینجور چیزها رو باید بکنن، امنیتش هستش. ولی خب میگم که بازم همه جا این اتفاق نمیفته. میگم که من خودم یه دونش رو شاهد بودم که اینجوری تلفنی چیز شده، با چش خودم ندیدم. توی آمریکا از هر کی پرسیدم، فعلا واسه شون اتفاق نیفتاده. فقط دارم نقل قول میکنم، اینم میخوام بهتون میگم که نه همه جا امن هستش، این اتفاقا میفته. اگه برگردیم به چیز راننده، به امنیت راننده، واسه راننده هم اتفاقی نیفتاده، مگر اینکه بری یه جای غلطی. بعد مثل این Black Lives Matter که بود حرکتش، نمیدونم بدبخت راننده تریلی از شهر رد میشدن، اینا مثل این مافیا میریختن رو تراکو که نمیدونم وایس یارو راننده تراکو بزنن یا تراکو از دستش بگیرن باراشو خالی بکنن. یه مشت آدم به بهونه همین تظاهرات اومدن که دوزی اینا بکنن، اونجوری هم خب میشه. ولی خارج از اون، مگه اینکه دیگه برین جای خرابی، یا راننده رو خف بکنن، که اصولا توی آمریکا این کار بازم اتفاق نمیافته، چون میدونن اینجا اصلا یه چیز شناخته شده است که کامیون دارا اسلحه دارن با خودشون. حالا من هندگان دارم، مثل ایران که میگین کلت دارم، هفتیر دارم، بعد خیلی شاتگان دارن. یعنی تو نزدیک بشی مثلا اسلحه بکشی، همون لحظه شاتگان از بالا در میاره، از پشتش در میاره، تاخیه دونه میزنه فلان جات، با یکی جای دیگه یکی میشه. این چیزا اتفاق نمیفته، خیلی کم واسه راننده اتفاق میفته. حالا هر جای امریکا هم که باشی، برو اسلحه داره میگه جون منه، جهنم، مثلا اینجا قانون اسلحه نیستش، بذار طرف من بکشم، نمیدونم از جون خودم حفظ بکنم، بعد میرم به قاضی جواب میدم یا میرم زندانمو میکشم، ولی نمیام که خودم رو به کشتن بدم که او اینجا چیز او اونجا قانون فلان هستش. این کارا میشه، خیلی هم شده. یاری قاضی هم 99% درک کرده، میگه آره شما اینجا قانون اصلاحی نشتین. که راجع به همین اصلا ویدیو ساختم، میتونه برین توی چنل من ببینین که مثلا کالیفرنیا اینا حملش چجوری هستش بین ایالتی. اینجوری هم میشه و خیلی از جای دیگه، شرکت های دیگه دوربین های 360 درجه دارن رو کامیون هاشون. چرا من نصب نکردن؟ خب استشو نداشتم،
من دوستش ندارم. ارتباط با راننده های دیگه اگه مثلا فوری بخوای چیز بکنی، فوری مثلا میتونی بیسیم بزنی، بازم بیسیم من راجع بهش ویدیو دیگه میسازم، راه ارتباط راننده ها. بیسیم میتونی بزنی، 911 زنگ بزنی، فوری میان، بعد به که جون تو خطره اینا، این فوری میاد. دیگه الان همه اپل هم که داری، اپل هم میتونی فوری مثلا با نگه داشتن دکمه فلان اینا فوری زنگ بزنه 911، لوکیشنت هم فوری بهشون میده. این کارا میشه کرد، ولی در کل مثل جای دیگه اینجا جون راننده در خطر نیستش، بارتون در خطر نیستش. و فقط جای مرزی که بار میزنی، قبلا هم ویدیو ساختم گفتم که احتمال داره که مواد مخدر جا کنن توی بارتون و خودتون ندونین. بدبخت راننده ها خیلی افتادن تو زندان که باید وکیل بگیرن ثابت بکنن، که ثابت هم میشه اگه خرج بکنی پولو، و خیلی چیزای دیگه. جای مرزی باید فقط آدم مراقب باشه، خارج از اون مشکلی نیستش. من همیشه رستریا پارک میکنم، بغل جاده پارک میکنم اگه مثلا این استراگاه بین راهی پر باشه، یا پمپ بنزینا از همین اتوبانا که میای بیرون رمپ اونجا پارک میکنم. یه تقی بیاد گوفی رو هوا میفهمه، کسی به قول معروف ارزشو نداره که جذبهشو نره که جذبه میگن چی میگن، یه نزدیک تریلی من بشه، چون هر کسی بیاد ببینه یه سگ اینجوری وایستاده، یه گرگ اونجا کلش از کله اون بزرگتره، فلان جاشو خراب میکنه. حتی پلیس هم واسه بازرسی هم که میرن مثلا واسه همین باسکولا، تا من وای میستن که مثلا به صورت اتفاقی تراکا رو بازرسی میکنن، تا اینو میبینن میگن آقا برو حوصله نرم جونم، با این سگ چیز کنیم دیل بکنیم، حوصله‌اش نرم دیگه، این سگ گنده استش، میترسن. با اینکه وظیفه منه که نگهش دارم، خب میگم برو، حالا یه کسی هم نزدیک بشه که same situation، و بازم میام. اصلا خودم هستش، اگه به جاش بیفته استفادهش میکنم، واسه همینم دارمش، ترسی هم استفادهش کردنش نرم، مجوزش هم دارم و آموزشش هم دیدم، قبلا هم استفاده کردم و همینا. امیدوارم این جواب سوال شما رو بده. اگه ایده خاصی داریم واسه ویدیوها، بهم ایمیل بزنید که توی کامنت گم نشه، troyexplores@gmail.com، و ویدیوها رو محبت کنید، به دوستاتون معرفی بکنین، ممنون میشم، حمایت از من میشه. و دیگه دوربین رو برگردونم این دورورم بهتون نشون بدم که چه جای خوشگلی است. من الان ایالت آیووا هستم، دیروز وارد ایالت آیووا شدم و این استراگاهی بین راهیشون هستش که خیلی 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 جای تمیزیه. اینجا مخصوص حیوانات هستش، قشنگ تابلو زدن پت ایریا، قشنگ شما میتونین بیان اینجا نهارتون رو بخورین، منقل هم دارن. بعد این هم که همینجا که دوربین گذاشته بودم و منقلش الان بهتون نشون میدم، اونجا هستش، نگاه الان زوم بکنم، اونها ها اونجا. و خلاصه اون پشت اون درخت هم ساختمانش هستش که بیش از اندازه تمیزه، تازه ساخته. این ورش که میبینین تریلیا پارک کردن، جلوی چیزم مال جای سواری و اینجور چیز هستش. هوا عالیه، خیلی عالیه. بعد دیگه من باید برم یواش یواش راه بیفتم برم. و همین، اگه سابسکرایب نکردین لطفا بکنین، زنگوله بغلشم بزنین که ویدیو گذاشتم، لایو اومدم، شما خبردار بشین. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، طبق معمول همیشه گفتم بازم میگم مرسی برای همه چی که این کامنت ها رو میذارین. بعد عرض کنم خدمتتون، ویدیو رو میبینین ممنون میشم. تا ویدیو بعدی، فعلا.